ببینید این گزینه اتوپایلوت هنوز رو میزه، هنوز میتونید ازش استفاده بکنید، یعنی میتونید رها بکنید همه چیز رو، بگذارید مملکت خودش به صورت غریزی با قوانین جنگل پیش برد. شاید یخت ما نتیجه ها بهتر گرفتیم. ورداشتاد لیست دادد جدول قطعی برق در تیرود. که این لیست دادد گذاشتد همه برقشون که رئومه از رو اون جدول پر کردد، تازه همونم اشتباه پر کردد. مالواره گفته بود صبح میرد، در حالی که ما همین الان برقمون اومد. شغل مرده ها، چرا اینکه شما این تکی با مملکت کردید؟ کسری بودجه، کسری آب، کسری برق. فکر نمی‌کنید اینا علتش اینه که کسری شهور به همتونه؟ مرده جور برده ها، یخت اگه شهور داشتید ما نباید تو این شرایط زندگی میکردیم. والا ببینید پیام دادت که امپراتور کوسکو وارتی چی احمد نژاد این تکی که. خب عزیز من اگه این تکی نمیکه که تو نهایتا یه بار اون ویدیو رو میدیدی. هر کار دیگه جز بالا رفتن از نرده رو در دستور کار خودش قرار میداد، شما الان شاهد و ناظر این جور مسائل نبودید. یه بار میدیدی رد میشدی میرفت، اصلا نمیفهمیدی که چی گفت. ولی از نرده ها رفت بالا تا تو هر بار با خودت این رو 20 بار پلی بکنی و بگی پش فاکینگ مام، این چه کاری بود؟ این که کمتر متوجه بشی که چرا این تکی شد، بعد بری بشونی لابلا دوستات بگی که این چرا این تکی که، یا 600 هزار بار دیگه هم با دوستات ببینید پشمادون بریزه. این تکی مارکتو میشناسد، این تکی ویو میگیرد، میدوند مردم ایران میمون بازی خوششون میاد، میرد سراغ میمون بازی. این تکی آدم مردمی و با شهور و با فهم و کمالاتی هستش که با اون قیافه کری حال منظر، با اون همه خاطرات تلخی که بر جای جای اقصا نقاط بدن ایرانیان بر جای گذاشتند، مخصوصا قسمت های تهدانی، تونستد یک ویدیوی بسازد که اندازه کیون جنیفر لوپز ویو بگیرد. ای قیمر چهور بهشه والا. ببینید نظر به عنایاتی رو سابق بر اینه من اگر شما داشته باشید متوجه میشید که من قبلا گفتم به ازای هر پیک کرونا که یک واکسن جدید معرفی میکنن، الان هم یه بازار مشترک واسکر جدید میخوام با استرالیان معرفی بکنن که یعنی پیک ششم در راه است. استرالیان اگر ارزه داشت که واکسن تولید بکند، مارک بوسنیک اون تکی گوز نمیشد جلو خدا داده عزیزی غزال تیزپای ایران. کواله هاشون اون تکی نمیسوختن، کانگوره هاشون این تکی بچه ها رو به شکم نمیگرفتن. این ببینه استرالیا ارزه این کار را نداد. مار چی فرض کردید شاغلا؟ الان هم زودتر واسکرش رو نمایکهی کردید که بگید که آره واسکر ششم پیک ششم. ولی حضرت عباسی شکل نمیخوام مالدون بگم، من خیلی دیگه از دست آقا نمکی و مسئولین و اونا که باید واسکن میخریدن و واسکن میزدن و واکسیناکسیون که سرسری به را مینداختن دیگه ناراحت نیستم، دست پنجاشون رو درد نکند. یعنی ما مو میدیدیم و اینا گوز پیچشمو، یعنی یه چیزهایی اینا تو خشت خام میدیدن که ما تو سر خودمون میزدیم. دستشون درد نکند که واکسیناسیون من انداختم، ما هم تکی داریم کار نک میگیریم میمیریم. نمیریم که چی بشه دیگه، الان آب نی برق نی اینترتر نی هیچی به هیچ کجا مونی، زنده بمونیم که چی بشه، عذاب بکشیم. یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه. عرضت عباسی دستشون درد نکند. شما هم سعی کنید هم تکی تو خیابون این به اون باشید کار نک بگیرید میمیرید. روزهای سیاه آینده که نمیدونم اینترتر توش نیست و هیچ غلطی به هیچ کجاتون نمیدونید بکنید و نبینید والا. خب یه اینترنت واکو من یه کار سری دارم. پرکش کردی اینه واکو، یه اپلیکیشن برد که من باید باز شد تا من میام بالا اونم باید بیام بالا. نمیخوایم چیزا مهمی اصلا، اینترنت دانلود منیجر، فیلتر شکن، اسکایپ، اوتلوک، واندرای مینرش کنم، نمیخوایم. نه یه اینترنت خب حالا باز شدن، حالا چه می‌خواستی حالا چه کار؟ اینترنت یه صفحه اینترنت. این ایج واس کنم، بس ایج مالات واس کنم. ایج ایج. ایج چی هست؟ کیه این؟ ایج دیگه برزیل. یا اون اینترنت اکسپلورر نه؟ نه نه به اینترنت اکسپلورر بردار بزرگترش اون مرد. دیگه ما مال این جدیده شناس نومه چنین که شناس نومه فقط اینترنت اکسپلورر بگر نه ایج بچه خوبیه. بچه خوب خود حضرت عباسیش بچه خوبیه. یخت سندروم بیت بیقرار دارد، یختم گوشاده. نه اینو نمیخوام، یه کروم میشه واکنی. جا نداره.
سیستمت نمیکشم دیگه. این همه اپلیکیشن با کردی، 8 اپلیکیشن با هم با کردی، اسکایپ، اوتلوک، وان درایو، فیلتر چکر، اینا ببندش، اینا رو من اونم حالت باز کنم. خب الان اینا رو همه رو بستم، این اینترنت رو واکن. خب بیا بیا برم چک کنم خیلی بسن که بزنی اینترنت رو قطع. خب چرا قطعه؟ این چون اینترنت هم وصل نیست. بس من خود مشکل تو حل میکنم. بذار اینو بزن روش که من اینو مالت یه سرچ بکنم ببینم مسئله چیه. مشکل چیه؟ سیم اینترنتت وصلی. سیم به وایرلس وصلم من. سیم وایرلست هم وصل نیست. سیم وایرلس اسمش از وایرلس. بذار خب بیشتر عمیق‌تر دیپر میخوام سرچ کنم. نمیدونم میخوای این مشکل رو حل کنی یا میخوای بری تو اینترنت دنبالش بگردی. اینترنت ندارم، چطوری برم تو اینترنت دنبالش بگردم؟ میخوای با این دایناسور بازی کن تا من؟ نه خب ولش کن اصلا. این نوتیفات چیه؟ چرا 10 تا نوتیف اون پایین؟ حرفای مهم من دارم مال تو، به حرفا من توجه نمیکنی دیگه. این نوتیفیکیشن ها رو اگه بیشتر توجه میکردی الان اینترنتت وصل بود. واکو ببین چی بهت میگه. خب میگه فایروالت ضعیفه. این چی فایروال؟ آره دیگه فایروالتو کشیدی پایین، فایروال باید بکشی بالا. امنیتت به فاک فنا میاد الان. فایروال بکش بالا. خب بیا بر بالاترین حد. خب بریم ما کامپیوتر رو واکو کنیم. مطمئنی میخوایی بازش کنیم؟ آره درایو سی رو میشه واکنیم. از ادمینستراتور اجازه گرفتی؟ بله ادمینستر خودم هم خوب. بله این درایو سی چرا قرمز اینقدر؟ این کلا قرمز درایو سی. خب فایل زیاد میشه، برو فایلاتو واکن، برو ببین چه جورکیه اینا. این همه فولدر فایل التاشغال ریختی توش. 60 گیگ 10 گیگ بیشتر اینجا فولدر نیست. من این چیز بقیهش کجاست؟ مطمئنی که میخوایی این فایل ها رو ببینیم؟ بله دیگه ببینیم چیه. اینا فایل های سیستمیه با یوهو اشتباهی که دستت بخورد اسم یکیش رو نمیشد، دستت بخورد یکیش پاک بشد، کل سیستم هم بمیرد و ما یک خیلی ما همه چیز رو حساب کتابه. مطمئنی میخوایی ببینیم؟ بله اگه اجازه بدی ببینیم چیه دیگه. من توصیه نمیکنم که این تیکر بزنی، حال میخوایی بزنی بزن. باش بیا فایل ببینیم چی کار باید بکنیم. اینا چرا اینطوریه اسمشون XWYZ؟ چرا اینقدر طولانیه؟ اینا تمپه. تمپه؟ یعنی چی تمپه؟ یعنی هر چی که وایل کرده دیگه کار دیگه پیش میاد دیگه. یه این همه زحمت کشیدی کرش میکند میریزد بیرون همش. همش میریزد بیرون به فایل فنا میری. اون موقع من اینا تمپش مالت نگرد داشتم. یه دونه یه چیزی. خب این ما یکی این فایل مال سال 2010ه. الان این همه مدت برای چی نگرد داشتی؟ من نگرد داشتم. خودت نگرد داشتی پاکش کن. خب پاکش اینا رو اگه لطف کنید همه اینا رو پاک کنید. معنی میخوای پاکش کنید؟ آره دیگه به هر حال پاک کنید. سیستمی هست تو؟ نه میدونم سیستمی ولی پاک کنید بذاره فاز. باش. خب پچه رو خالی نشد باز قرمزه که. ریختم تو سلطاش خال. خب پاک کن از سلطاش خال هم اگه میشه پاک کنید. مطمئنی میخوای تو سلطاش خال هم پاکش کنم؟ بله اصلا نابودش کنید کلا حذفشون کنید. باش. خدا حافظ ایداغ بردل نشم. اینترنت وصل شد. آره. این چی الان یه نوتیفیکیشن دیگه اومد برام آپدیت چیه؟ آره مال آپدیت کردم. آپدیت چی که من گفتم آپدیت نکن ویندوز. نه آپدیت من نکن ندارد ما بچه همون زحمت کشتن آپدیت من پول مو گفتم نه یعنی نه دیگه نو مینز نو. چرا آپدیت کردی؟ آره گفتش شغل در دیاد بالا شد ما دادن جمال من خرجه کی هم صحبت میکند. من آپدیت کردم. حالا الان که نمیشد که هر موقع که ریستارت کنم ببین چقدر قشنگ شده. شاید خوش دومه. الان ریستارت کنم دوباره نمیشه الان کار کنیم یه ذره با سیستم؟ چرا برکن؟ خب بریم این اینترنت رو وا کنیم. 5 دقیقه دیگر ریستارت میشه بیتیم. ای بابا. خب ریستارت کنیم ببینیم چه مثلا دستاوردی داریم تو آفتیم. بیزار. بیست و پنج ساعت دیگه آپدیتش تموم میشه میتونی به نتیجهش ببینیم. ای بابا. 28 ساعت. 43 روز. 20 سال یه دیگه آپدیتم تموم میشه. چه خوب یهو سری شد. یه ذره پیشبینی زمانتون ضعیفه نه؟ دیگه کلی بیخار خداست دیگه. بله. این چی ده ماه؟ بذار. به این اپلیکیشن رو مالت وا کردم. حالا تا الان تا دیمش بار الان مالت چیز میشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ایکس 360, 720, 10. چرا اینطوری شماردین؟ ما تو مایکروسافت نیتکی میشم. آه اینطوری کلن یه جوری دیمش. خب این الان این پایین چیه؟ این یه مسیجی نوشته اینجا. یعنی چی شده جنگی؟ جنگی ویندوز دوزیدی؟ شغل
ویندوز دزدیدی؟ نه خریدم. نمیدونی آقای بیل گیتس و خانم بیل گیتس سر پول با هم دیگه جدا شدن، اگر هم در رفتن و تو دزد شغال رفتی ویندوز دزدیدی، ویندوز جندیون شدت. میدونی جندیون تو ویندوز یعنی چی؟ یعنی چی اینو؟ تو انسان ها خیلی معنی بدی میدن. ببخشید. خب این درایو سی همچنان یه ذره پره. اینو ببین این نقطه هاردت مثلا چه جوری شدت؟ اینو باید بری دفرگمنت کنی. یعنی چی الان دفرگمنت؟ ببین این فایل داره هم تکیم پخش و پلا میریزن به تو هارد، نه کنار هم دیگه میچیند، یه جاهای لالوا باز میشد. خب چرا از اول مرتب نچینی؟ چون شلخته میچینم چیزی هم گیر خوشی چی بیاد. خب الان این فایل ویدیویی رو میخوای با ویندوز مدیا پلیر مالت باز کنم؟ نه خب چرا آخر به دردم نه با اینقدر ویندوز مدیا پلیر اینقدر قشنگه بزرسم. میخوای موزیک تو ویندوز پلیر برات پخش کنم هیپنوتیز چی از این چیزای این تکی این تکی مالت پخش کنم دیگه؟ والا هیچ کار دیگه ای که نمیشه کردم اینا پخش کنم دیگه. این پسفندش رو ساپورت نمیکنه. این پسفند اینا پسفندش جدیده. از سال 2010 اومده. ما دیگه از ویندوز می به این بر دیگه پسفندی رو ساپورت نکردیم. چون ما هر شغالی که اشغال پاتاشغال بخوام جا بدیم تو سیستممون که نمیشد که. ولش کن من اصلا دیگه کار نمیخوام بکنم با ویندوز ده. برم بری کجا؟ برم دیگه میخوای بری تو اپ ویندوز استور نمیدونم اسمش چه شغالی از اینا رو کی کپی کرده بودیم ویندوز استور که نمیدونم چی رو اون اگر بیزاریم اونجا میتونیم چیز کنی از اونجا یه اپلیکیشن جدیدی نصب کن. خب بازش کن ببین چه جوریه. آها خب بازش کن ببین چه. ایمیل ثبت شده در ناسا داری؟ با اون فقط میتونی روی استفاده کنی. نه متاسفانه ندارم. نه برش کن اینو من مالات باز نمیکنم. برو صاف 98 مفتکیش دانلود کن. خیلی دوست بکنه شما تو ایران زندگی میکنید. یه دادن رو پیام داده بودید که امپراتور گوسکو بارتی چه چند وقتی که کمکار شدی و ویدیو نمیدی به خاطر اینکه گرمه. پدرم سوخته شد توی زندگی، هر روز دارن این مملکت گرم درش میکنن. مردم امام که اصلا انگار نه انگار هیچی نمیگن، به ولای علی کار خودشونه. من رفتم تحقیق کردم، کمی تحقیق بد نیست. من رفتم تحقیق کردم، اینا رفتم خورشید دستمالی دستکاریش کردن، بارورش کردن. خورشید داره این باروریت کرده که میپاچوند به سر صورت ما. گرمی پدر سگ، گرم مادر سگ، گرم خوار سگ، گرم برادر سگ، گرم جدران داباد سگ، گرم سگ سگ گرمی سگ تو گرما گرما تو سگ والا